ماراتون ابتذال برای کسب سلطنت موروثی بین بچه شاه و مجتبی بچه خامنه‌ای ادامه داره. شورشگران پیروزی می‌سازند. البته یه رقیب دیگه هم هست، نوه خمینی که به نظر تو جام حذفی رفته کنار. واقعا ما باید به چه زبونی بگیم ایران بعد از 100 سال تجربه دیکتاتوری میخواد آزادی رو تجربه کنه؟ اینا یعنی شاه و شیخ صمیمی‌ترین رفقا در طول تاریخ بودن و همیشه تشنه قدرت. یه کرسی اون بالا هست، هر کی بشینه روش مادام العمر تو قدرته. یه بار شاه نشسته، یه بار شیخ. منتها بنده های خدا نمیدونن که ما کلن این کرسی رو میخوایم نابود کنیم. از این خوابای پنبدونهی هم بهتر نبینن. میخوایم حکومتی داشته باشیم که هیچ کس در هیچ منصبی توش مادام العمر نباشه و فکر نکنه حکومت ارث باباشه. کانونهای شورشی کارشون همینه. خیالمون هم تخته. چرا؟ چون میدونیم کلید این قفل دست ماست. با سخنرانی و مصاحبه و حرف زدن که کسی به جایی نمیرسه. طرف از خونهشون قهر میکنه، به ذهنش میزنه با رفیقاش اپوزیسیون درست کنه. شورای فلان، اتحاد مجازی بهمان. بعد فردا شب سر پول شام با هم دعواشون میشه، کلن به باد میرن. آخه دنیای مبارزه که بچه بازی نیست. باید سالها کار تئوریک بکنی، باید جون بدی، خون بدی، شکنجه تحمل کنی، تشکیلات بسازی، تهمت بخوری، نترسی، زندان بری، شکست میخوری، بلند شی، رفیقت تو بغلت جون میده، عشق بریزی، اما رجز تداوم بخونی. باید خونه و زندگیت رو فدا کنی، باید درد بکشی. به همین دلیل هم هست که ما به راهی که پیمودیم و در پیش داریم مطمئنیم. ایران زمین آزاد خواهد شد و مردم ستم دیده ایران طعم آزادی و آبادی رو خواهند چشید. شورشگران پیروزی می‌سازند.